درود بر شما. نهم اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی و 29 آوریل 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به ادامه بررسی دروغ راست فهرست ابر بدهکاران بانکی که از 20 فروردین ماه رسما منتشر شده است. پرده آخرم خواهیم داشت به روال معمول آخر برنامه. 14 بانک فهرست ابر بدهکاران کلان بانکی رو منتشر کردن. ابر بدهکاران بانکی که کلان بانکی هستند دیگه، بدهکار کلان. این فهرست ها به هر حال، این 14 بانکی که فهرست هاشون رو منتشر کردن، بنا به ابلاغیه وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی به بانک ها این کارو کردن، منتشر شده این فهرست ها. همین که خود وزارت اقتصاد و دارایی که ابلاغیه داده که اینا رو منتشر کنین و حالا میگه هر سه ماه یه بار هم منتشر خواهند کرد، خود وزارت اقتصاد دارایی بزرگترین بدهکار بانکی است و پیش از اینکه بره به سمت تسویه کردن بدهیاش به بانک‌ها ابلاغیه میده که اسامی بدهکارهای بانکی رو منتشر کنین و اینکه شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام بدهکار بعدی هستند در فهرست بدهکاران کلان بانکی بعد از مثلا دولت و اینکه اسم خیلی از بدهکارهای کلان بانکی تو این فهرست ها نیست که چند تاشون هفته پیش آقای پالیزدار اشاره کردن و اینکه پشت سر این بدهکاران کلان چه افراد حکومتی هستند، اینها دلایل ابتدایی و اولیه است که باعث شد از همون اول فهرست‌های منتشر شده تعبیر شود که اینها تبلیغات و شو دولت رئیسی و کل حکومت در مرداب اقتصادی است که خودش به وجود آورده. جمع بدهی بدهکارا در این فهرستایی که منتشر شده هر هفته هم یه رقمی منتشر میشه. هفته پیش بود 207 هزار میلیارد تومان. این هفته رقمی که منتشر شده جمع این بدهی تو این فهرستا 632 هزار میلیارد تومانه. من نمیدونم به دلار چقدر میشه. نصفی از این 632 یا 34 هزار میلیارد تومان، نصفش سهم دهتای اوله، بدهی دهتای اوله 317 هزار میلیارد تومان، ده بدهکار اول. بعد اینو مقایسه کنیم با دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر ایران فقط در عرض سه سال، همین سه سال گذشته جمعیت فقرای هند ظرف 8 سال به نصف رسیده و نرخ فقر مطلق در این کشور از 22.5 درصد در سال 2011 به 10 درصد در سال 2019 رسید، دو سال پیش. اما جمعیت زیر خط فقر ایران ظرف 3 سال دو برابر شد. بعد بدهکارهای کلان بانکی همینجوری پول میگیرن و تا حالا هم پول گرفتن، بازم رو هم دیگه. اصلا این برنامه رو برای روشن کردن همین موضوع در واقع این هفته و هفته پیش گذاشتیم با آقای پالیزدار. بیشترین بدهی ها رو شرکت های دولتی دارن. اولیش تأمین اجتماعی است، یعنی نه فقط حساب بانکی مردم خالی کردن از طریق وام مستقیمی که اینا رفتن از بانک ها گرفتن، از حقوق ماهانه کارگر و کارمندای دولت هم برداشتن، بیمه تأمین اجتماعی دیگه، بردن خوردن. ده تا بدهکار اول. تأمین اجتماعی که مال دولته، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه که مال بانک پاسارگاده، صنایع پتروشیمی خلیج فارس که مال دولته، شرکت بازرگانی دولتی گسترش انرژی پاسارگاد و ارزش آفرینان پاسارگاد و اینا همه دیگه مال همون، غیر از شرکت بازرگانی دولتی مال بانک پاسارگاده. و دهمی هم فولاد مبارکه اصفهان با 10000 میلیارد تومان بدهی بانکی. تو خود اینا مون وقت چقدر حقوق بازی است، این بحث مفصل دیگری است که فقط یه اشاره بکنم به همین بانک پاسارگاد و شرکت های تابعش که چند جا تو این ده بدهکار اول بانک آمده. بانک پاسارگاد تسهیلات کلان و نجومی به شرکت های تابعش و به چند تا از سهامداراش داده، خودش، یعنی خودش از خودش گرفته دیگه جاش نذاشته، اسمش هم میذاره بدهی به بانک پاسارگاد. خود موجودی بانک پاسارگاد که خورده 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 مردم پول گذاشتن توش، اینو برمیداره میره میده به سهامداراش، میده به خود رئیساش و
بعد اونجا میزنه بدهی به بانک پاسارگاد انقدر. چقدر؟ 160,000 میلیارد تومان. آدم اصلی بانک پاسارگاد که آقای مجید قاسمی از سال 59، از سال 59 تا حالا، یعنی 42 سالی که دبیر کمیسیون اقتصادی کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایشون و از زمان تأسیس بانک پاسارگاد سال 84 تا حالا مدیر عامل بانک پاسارگاد، آقای مجید قاسمی. بانک‌هایی هستن که نخواستن لیست بدهکارای کلانشون رو علی‌رغم درخواست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی منتشر بکنن. بانک دی فهرست بدهکارای کلانش رو منتشر نکرده. بانک دی بعد از بانک سرمایه زیانده ترین بانک ایران با بیش از 8000 میلیارد تومان بدهی. فقط در یک سال بهمن 99 تا بهمن 1400 1000 میلیارد تومان اضافه شد به زیان انباشته بانک دی فقط تو یک سال 1000 میلیارد تومان. در 9 ماه ابتدایی سال 99 بانک دی بیش از 7800 میلیارد تومان میزان زیان انباشته داشته است. این رقم به اندازه میزان سرمایه تأسیس دو بانک است. همچنین میزان بدهی بانک دی 20% بیشتر از دارایی‌های آن شده است. ورشکسته. بانک دی سال 89 تأسیس شد زیر مجموعه بنیاد شهید و ایثارگران و اساس سرمایه سپرده‌های صدها هزار خانواده کشته شده‌ها و معلولان جنگی است. مهمان این هفتمون باز آقای عباس پالیزدار هستند که در دهه 80 دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه بودند و در اون پرسر و صدا ترین افشاگری این چند دهه اخیر بعد از انقلاب در سخنرانی برای دانشجو در همدان در سال 87 فساد حیرت انگیز بیش از 40 تن از مقامات و حکومت رو با جزئیات علنی کردند. اسنادش رو بیش از 2 سال جمع کرده بودند. بعد به جای اینکه بهشون جایزه بدن 3.5 سال 10 سال برشون زندان بریدن، 3.5 سال از این 10 سال رو مجازات تشون کردن به دلیل گفتن این حقایق و در زندان بودن و بعد به دلیل بیماری های شیمیایی که همچنان همراهشون ناشی از بمباران شیمیایی ارتش عراق آزاد شدن. آقای پالیزدار سپاسگزارم که این هفته هم تشریف آوردین به صفحه آخر. درود بر شما. ببینید من درباره بانک دی میخوام باز ازتون بپرسم. توضیح مختصری دادم که بانک دی با توجه به قرابت شما با این بانک به عنوان جانباز 45% جنگ ایران و عراق و بانک دی که متعلق است به بنیاد شهید و جانبازان و ایثارگران و اینها، اطلاعاتتون غیر از این که همیشه در پی افشای فساد حکومتی و در واقع دفاع از پابرهنه ها بوده اید در تمام این 40 و چند سال گذشته، غیر از این خودتون هم از نزدیک در واقع زینف این در این قضیه بانک دی بفرمایید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب مجدد دارم خدمت استاری و تمام مخاطبان برنامه. من اجازه میخوام محضرتون قبل از اینکه ورود بکنیم به موضوع بانک دی و اتفاقات که تو بانک دی افتاده و حالا خب ببینید، در بانک دی کسانی که بیشترین بذاریم من قبل اصلا در بانک دی صحبت نکنم ببینم که آقای پالیزدار تا کجا میرن جلو و میتونن در واقع برن جلو به لحاظ موقعیتشون عرض میکنم، ولی به نکاتی که میتونم اشاره کنم که هفته پیش ممکنه که گفته باشیم و نیمه مانده باشه، به ویژه یک نکته قبل از هر چیزی که ما درباره آقای رضا مطلبی کاشانی صحبت کردیم، همون مردشور آیات اعظام به ویژه آیت الله مصباح،
من میخوام جمع کنم برای اینکه پیامایی دریافت کردم که مثل اینکه بعضیا در نیافته بودن که الان موقعیت این آدم چیه. این آدم در پیوند با همون بدهکاری ها، این آدم که در واقع از اسم دو تا شریک استفاده کرد، شهیدی همدانی و یک نفر دیگه که حالا اسمش آدم نیست، به هر حال پیدا میکنم بهتون میگم. و اینها هر دو رو وقتی که بدهکار کلان بانکی شدن و اسم این فرد دوم که عرض میکنم در فهرست ها هست، اسم کوچکش فرهاده، که وقتی که اینها بدهکار کلان بانکی شدن، رضا مطلبی کاشانی از اینا میخواد که زود کشور رو ترک کنیم و اینا میان میگیرنتون. وقتی اینا کشور رو ترک میکنن، در واقع فراری میشن، مثلا هستن فراری هم هستن، اینها آقای مطلبی کاشانی غیر از این که هفته پیش صحبت شد که به نام اینها در واقع هی از بانک پول گرفته و سفارش اینها رو کرده، ولی به اسم اینها، و وقتی که برگشت اینها فرار کردن، بر میگرده به خانه ای که 10,075 متر همون خونه ای که عرض کردم زیر زمینش رو مرده شور خونه کرده برای آیات اعظام. این خونه ایست که در آغاز آشناییش با اون دو شریک، دو تاجر، در آغاز آشنایی به اونها فروخته بود به خاطر اینکه به گلپسره آیت الله جعفران مجلس خبرگان بدهکار بود. الان تو همون خونه ای میشینه که سال 84 میفروشه به این دو نفر، و چون این دو نفر دیگه نیستن در ایران، برمیگرده تو همون خونه ای که مال اوناست. این ماجرای اون خونه و مرده شور خونه و این داستان ها همه خونه ایست که در واقع سال 84 فروخته بوده به دو نفر دیگه. بگذاریم. خب آقای پالیزدار، داریم شما رو؟ صدای شما رو دارم. بفرمایید، ما هم تصویر و صدای شما رو داریم. عرض ادب داشتم خدمت شما مخاطبین. من خواستم از محضر شما اجازه بخوام که قبل از اینکه ورود به این بحث بکنم، دو تا نکته رو بر اساس کامنت هایی که از قبل توی یک هفته اخیر بین گذشته و الان داشتم، میخواستم در خصوص اونها چند دقیقه وقتتون رو بگیرم اگه اشکال نداره. بفرمایید، خواهش میکنم. هر شبت که دوستانی در ارتباط با این گفتن که پالیزدار آدم دولت گذاشتنش برای این طرف نظام توی شبکه ها و رسانه ها و این بر حرفایی بزنه که سوپاپ اطمینانی باشه، درجه فشار مردم رو کم بکنه از این مسائل این چنینی. حالا البته اگر که من باعث بشم فشار مردم، اما کنم مخاطبین رو دارم عرض میکنم، نه محضر هست داریم شما که بالاخره من نکته ای نداریم، من مخاطبینی که این نکات رو اشاره داشتم بهش دارم به اونا عرض میکنم که من همسرم یه بیمار سرطانی است که تو مشکلات که در نوعی ترخ خب آقای بالیزدار ازش فرمایید که ما ارتباط تلفنی برقرار کنیم با شما که بتونیم در این فرصت کوتاه از صحبتاتون بهره مند بشیم و بیننده ها رو هم در واقع اذیت نکنیم با این قطع و وصل شدن ها. خب یک نکته که من می‌خواستم عرض کنم در پیوند با گفتم همین رضا مطلبی کاشانی، مرده شور معروف مصباح یزدی، و بله، و نکته دیگر اسم اون فردی که عرض کردم که دو نفر بودن، یکی فرهاد لاهیجانی ها و دیگری شهیدی همدانی که اینها شریک بودن. اسم لاهیجانی ها در فهرست سه بانک هست، حداقل در فهرست بدهکاری سه بانک همشون همین رضا مطلبی کاشانی مثلا سفارش کرده، همین مرده شوره سفارش کرده که بگیرن. خب ببینین، این آقای رضا مطلبی کاشانی کلی خیریه زده. این خیریه ها قبلا هم صحبت کردیم در برنامه هامون که خیریه ها یکی از مراکز مهم پولشویی در ایرانه. تو خیریه میتونن میکنن اینها هر چی میخوان خرج میکنن، در واقع مثلا و 10 تومن خرج میکنن 100 تومن فاکتور میزنن.
و اون 90 تومنش همون داستانی است که کسی پی مبدأ و مقصد اون پول میگیره، البته مقصدش بشه همین خیریه و دنبال مبدأش نره که این پول از کجا اومده. یکی از خیریه هاش قدیر ولایته که اعضای هیئت امنای این مؤسسه خیریه حجج اسلام، ببینین ارتباطاتش با کیاس این آدم، و الان هم راست سر راه میگرده و خیلی هم هواشو دارن. حجج اسلام اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه قدیر ولایت که مال این آقاست، رضا مطلبی کاشانی، حجج اسلام آقایان کاظم صدیقی، همین صدیقی گریان امام جمعه تهران موقت، محمد حسین رحیمیان تولیت مسجد جمکران، محمد حسن ابو ترابی امام جمعه موقت تهران، سید مرتضی نبوی از روزنامه رسالت ارگان بازاریای حکومت، سید مصطفی میرلوهی داماد مهدوی کنی رئیس مرده مجلس خبرگان و رضا مطلبی کاشانی هستند. خیریه قدیر ولایت و بعضی مؤسسه خیریه‌ای که باز این آدم عضو بشه، مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی معروف به مؤسسه آیت الله مصباح که بعد از مرگ مصباح البته جمع نشد هستش، نون میخورن ازش اساسی دیوونیه لقمه حلال بر خودشون و زن و بچه‌شون میبرن خونه. اعضاش کیان؟ محمد اعجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و دایی زن میثم خامنه‌ای، غلامرضا فیاضی کاشانی عضو خبرگان رهبری و کاظم صدیقی و مصباح یزدی که مرد. خب این سیاهه ادامه دارد. من بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد، حالا در این هفتگی نمیرسیم، در هفته های آتی دونه دونه به اینا خواهیم رسید. اما ارتباط تلفنی ما با آقای عباس پالیزدار برقراره. آقای پالیزدار دیگه امیدوارم که بدون دغدغه قطع ارتباط بنده بتونم سکوت بکنم و صدای شما رو داشته باشیم. خواهش میکنم بگوشیم. عذر دارم خدمتتون، ببخشید میزه به سایلن آفون پارازیت فرستادن من چی شد که قطع شد ارتباط من. شبت خدمت هم من میخواستم یه نکاتی رو در قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، بر اساس کامنت هایی که گذاشته بودن بعضی از دوستان، میخواستم پاسخ اونها رو داده باشم که بی پاسخ نبوده باشه. بعضی دوستان من رو متهم به این میکنن که بنده عامل نظام هستم که میام با رسانه ها صحبت میکنم نمیدونم به منظور سوپاپ اطمینان و منظور خاموش کردن مردم، کم کردن آتیش حرارت مردم نسبت به مسائل مختلف، من میام حرف میزنم که این آتیش مثلا خاموش بشه یا کم شعله بشه. اگر من باعث آرامش مردم میشم و اینها که خوشحالم، اما من واقعا از طرف نظام نیستم. ببینید من طرف حساب مخاطبی ندارم، عرض میکنم که این کسایی که این حرفا رو زدن، من همسرم در دورانی که بحث طریق و تفاوض پیش آمد و اون ماجرای زندان و مسائل دیگه، این مسائل باعث بیماری سرطان ایشون شد که کماکان هنوز درگیرش هستیم متاسفانه. و از اون وقت یک فردی رو خانمم پشت پنجره دیده بود که اون پایین وای میسته در حال سیگار کشیدن و نمیدونم مسائل دیگه و مثلا نگاه های مشکوکی داره، خیلی نگران شده بود، مثلا بیماریش داشت دوباره عود میکرد، احساس ناراحتی یک سر عروض داشت. من گفتم اون ناراحت نباش، چیزی نیست، من یه صحبت کردم، چیز خاصی اتفاق نیفتاده، من اصلا میرم ببینم که این چیه. رفتم دیدم که به سبب من زنگ زد، من اومدم رسیدم دیدم رفته. از در واقع همسایه هایی که سر کوچه مغازه دارن و مغازه های سر کوچه ما هستن پرسیدم که گفتم آقا مسئول کسی گفت آره که در کوچه قد بلنده ریشوه میدی؟ گفتم آره چیه قضیه؟ او هیچی، این شرکت سر کوچه کار میکنه بنده خدا سیگار میکنه روزه نمیگیره تو شرکت دولت میکنه ایش اومده بیرون. ببینید من وضعیت این چنینی دارم که مثل مارگزیده که از ریشمه سیاسفید میترسه، دارم خانواده من با دوشار بوران، من اگه آدم دولت بگم که این اتفاقات داره من میفتاد طرف نظام قرار بود این حرفا رو بزنه، بس این در پاسخ اون افراد خواستم این موضوع رو بگم که خیال تو راحت بشه من به این شکل نیستم و اینجوری که تصور میکنید نیستم. اما یه بخشی از افراد به من اینجوری گفتن که اما حیف تو داری خودتو خرج دزدای چه میدونم 100 میلیاردی و 200 میلیاردی و 500 میلیاردی میکنی، تو اومدی مثلا یه سری مسائل کلان رو مطرح کردی، مثل یه ورزمردانی میمونه که 300 کیلو رو زده حالا معادل رو 30 کیلو داره کار میکنه. برای چی اومدی راجع به این آقای عزیز برادرای خواهرای من هر کسی که این نگاه رو داری تحصیل کردم هستی و نمیدونم هر چی که هستی،
ولی یه خود وی تو باز کن آقا، مگه من اومدم اینجا وزنه برداری بکنم؟ مگه من اومدم اینجا به اصطلاح یه خودی مطرح کنم بگم من میخوام چه اوج بمونم؟ باقی من اومدم برای خاطر اینکه چه اون دفعش که اون مسائل رو مطرح کردم با نگاه دلسوزی برای این مردم و برای این مملکت و نگران آرمانهای شهدا بودم که اومدم گفتم، و چه الانش که اومدم به این دوزهای بانکی که زدن بانکها رو دارن نابود میکنن دارم ورود کردم. به خدا قسم من اومدم به خواهش کنم آقای محسنی اژدهایی، آقای رئیس جمهوری که گفتیم من میرم اونجا که جلوی اینا رو بگیرم، خواهش میکنم واقعا این کارو بکن. هیچ کدوم از رؤسای جمهوری قبلی نکردن این کارو. واقعا زمینه فساد همینطور کماکان رو به افزایش بوده. من خواهش میکنم زمینه فساد رو ببندید، چه در قوه قضاییه چه در مقام ریاست جمهوری، هر کی نشسته واقعا به این امر توجه بکنه. با به خدا باید قوانین ما شرایطی رو داره که بازدارندگی بالاتری داشته باشیم برای مبارزه با فساد. یه مفسد رو نذاریم به راحتی هر فسادی رو انجام بده، به راحتی هم ازش عبور کنه. اگر که به صدا این احکامی که در سیستم قضایی ما وجود داره، در سیستم اجرایی و قوانین ما وجود داره، نمیخوایم قانون جدید هم داشته باشیم، با همون قوانین از اون بخشی از قوانین استفاده بشه که بشه مبارزه جدیتر با فساد کرد. اون مفسد جرأتی خلاف نکنه به جهت اینکه ببینه هزینهش سنگینه، هزینه فساد ببریم بالا. متاسفانه برخی از آدمایی که نشستن در جاهایی که باید این کارو بکنن، متأسفانه بدونن که هزینه فساد بالا ببرن، هزینه اعتراض بالا میبرن، هزینه انتقاد بالا میبرن. این خوب نیست. بذارید انتقاد با کمترین هزینه صورت بگیره، اما این فساده که باید هزینه شو بالا ببرید. من الان در خدمت شما هستم در خصوص اصل مطلب و بانک دی فرمودید، من آماده هستم که شروع بکنم. بله البته آقای پالیزا، من نمیدونم که اون انتقادها رو که شما فرمودین کیا و از کجا بهتون کردن. ما که روی شبکه‌های اجتماعی هر جایی که برنامه هفته گذشته پست شده، پخش شده و یا اصلا هر جایی که اسم عباس پالیزدار هست به عنوان آدم عدالت‌خواهی که عرض کردم اول برنامه که مردم میشناسن شما رو و هیچ کس هم و هزینه‌هایی که دادین و میدین و قصد شما و اراده شما برای دفاع از حقوق مردم در حدی که میشود امکان پذیر است، به هر حال حتی جلوتر هم رفتین، اینها روشنه. به هر حال من امیدوارم که همه قدر شما رو بیشتر بدانن. بگذاریم آقای پالیزدار بفرمایید. من عرض کردم بانک دی فهرست بدهکاراشو ارائه نداده، هیچ کس هم ظاهرا باش کاری نداره. چیه داستان بانک دی که عرض کردم دیگه مشخصه، چه اول برنامه گفتم. بفرمایید، خواهش میکنم. من شبت خدمتون که من یه اشاره کلی به بانک دی میکنم و افرادی که در رأس مدیریت و تصمیم گیری هایی که در واقع بانک رو به انحراف کشوند و در واقع بانک رو به تاراج بردن، یه اشاره میکنم به اسامی که در این مسند ها نشستوندن از ابتدا تا حالا. سال 87 تأسیس شد شرکت توسعه دیدار ایرانیان بانک دی، که در واقع در ابتدای ام وظیفه تجهیز شعبات بانک بود که توی یک دو سال اول این کار صورت گرفت و چند تا بانک کوچیکی که حالا شعبات کمی که داشتن به تجهیز شد. از سال 89 با ورود فردی به نام سید ناصر امامی به عنوان مدیر عامل، از کارگزاری املاک شهرداری تهران آوردنش اونجا که در واقع این موضوع رو راه اندازی بکنن، اصلا در واقع فعالیتش رو عوض بکنن. چه فعالیتی؟ فروش هولوگرام، در واقع تراکم شهرداری املاک شهرداری تهران توسط چند تا از شرکت ها انجام میشد، مثلا شرکت جهان تو بانک شهر و شرکت توسعه دیدار در بانک دی، که این آقای سید ناصر امامی در واقع بنیان این حرکت رو در شرکت توسعه دیدار بانک دی گذاشت. افراد دیگه مثل معاونت املاکش سید علی سرات هستش اونجا و آقای چگونیان هستش که مدیر کارگزاری شهرداری بوده و مثلا می اومده رفت آمد. این افرادی بودن که راه اندازی مسیر رو از بانک دی آغاز کردن.
اما مدیر بعدی که اومد سید هادی حسینی فر بود که در زمان مدیر عاملی سردار شفیع‌زاده در واقع منصب مدیر عاملی بانک توسعه دیدار ایرانیان بانک دی رو عهده داشت. ایشون شوهر خواهر سردار شفیع‌زاده هستن. سلام خدمتون که ایشون به اصطلاح ورود کردن در مدیر عاملی و در اون مقطع بود که افرادی اومدن نزدیک کردن خودشون رو آقای حسینی فر و در واقع مسیر انحرافی شرکت توسعه دیدار ایرانیان رو استارت دادن. افرادی که مدعی هستند که ما با وزارت اطلاعات ارتباط داریم که نمیدونم واقعا دارن یا ندارن، مثلا خیلی هم باشن مثلا مخبرن، چه میدونم شاید مثلا نباشن دروغ دارن میگن، مثل آقای اردشیر رازتی. من سمت خدمتون که اینا مسیرهای انحرافی آغاز که باز با جریانات که اتفاق افتاد و سردار شفیع‌زاده بازداشت شد و مسیر چیز افتاد، بانک دیگر مسیر انحراف که رفت، اومدن توسعه دیدار ایرانیان رو عوض کردن، یه فرد بچه بردلایی به قول خودمون بچه بسیجی به نام عباس قنبری رو آوردن مدیر عامل. متاسفانه دیدن که ایشون اون مسیر انحرافی رو برو نیست، دو هفته نگرش داشتن، بعد از دو هفته مدیر عامل عوض شد، چون مثلا اون مسیرهای رو دارن بنا نبوده برای اون تیمی که پشت صحنه هستن. من شبت خدمتون که در سال 94 جناب آقای محمد رضا نوایی لواسانی متولد 1959 مدیر عاملی این شرکت منصوب میشه. ایشون همونی هستن که اخیراً مدیر عامل کیش، البته مدیر عامل که من سرپرست منطقه آزاد کیش شدن و چند مال بیشتر ندادن که اتفاقاتی که افتاد و مشکلاتی که بودید اومد مثل زارنشون استفاده دادن و سپاشون موافقت شده رفت. آقای پالیزار کدوم لواسانی گفتین؟ همین لواسانی که مدیر عامل کیش چند روز پیش عوض شد. آه یعنی محمد رضا نوایی لواسانی؟ بله محمد رضا نوایی لواسانی. بله بله من سمت خدمتون که ایشون در کنارش یه فردی نام آقای مصطفی جوده که متولد 67 من سمت جوده چون که آوردن عضو هیئت مدیره کردن که در مورد ایشون هم خیلی اختیارات داشت و مثلا مسائل کاری که به بحث انحرافی که وجود اومد یکی از افراد تأثیر گذاریشون بودن. تو تیمشون آدم هایی مثل آقای ابوذر جعفری و خانم نیوشا میر جعفری به عنوان وکیل اومد کنارشون، محمد حسین نوراللهی، یاسر عبدالمجیدی و عبدالحمیدی. یاسر عبدالحمیدی و محمد حسین نوراللهی کی اناده؟ بنگاداری بودن توی خیام پاسدارا. این بنگادار رو آوردن توی مجموعه و مثلا میخواستن تو کار ملک برن، ملک بازی کنن با خودشون، اصلا بتونن از اینا استفاده کنن که الان اون آقایی کلی پول به جیب دادن، الان تو کانادا دارن اشغالشون میکنن، زندگی میکنن. اصلا دوزیرتون که ایشون آقای لباسانی در این حالی که مدیر عامل شرکت توسعه دیدار ایرانیان بود، همزمان رئیس هیئت مدیره لیزینگ بانک دی هم بود که آقای سلیمی جهرومی مدیر عامل لیزینگ ایرانیان بود که هر دوی این شرکت ها مشکلات متعددی به وجود آوردن. لیزینگ ایران، لیزینگ بانک دی که آقای سلیمی جهرومی مدیر عاملش بود، در این حال ایشون باز دوباره به نمایندگی از لیزینگ بانک دی که سهامدار شرکت توسعه دیدار ایرانیان بود عضو اینجا بود، مثلا تو جلسات هیئت مدیره شرکت میکرد اصلاً، و ایشون هم که رئیس هیئت مدیره لیزینگ بود. دو تا مجموعه رو دوتایی با هم دیگه خلاصه بردن جلو و هر دوی این مجموعه ها متاسفانه با این مشکلات عدیده مواجه شد. من حالا میخوام چند تا موضوع رو بهش بپردازیم که برخیش به دوره آقای لواسانی برمیگرده و بعد از سال 96 دیگه آقای عبدالکریم بابارضا وارد صحنه میشه که باز به نکته به موارد ایشون هم میپردازیم. آقای پالیزار عذر بخواهم، قبل از اینکه به این آقای عبدالکریم بابارضا بپردازیم من دو نکته رو فقط روشن بخوایم بکنیم. یکی اینکه مهدی نوایی لواسانی مدیر عامل منطقه آزاد کیش بود تو همین چند روز پیش، درست عرض میکنم؟ بله بله بله. یعنی این آدم توسط سردار سپاهی که الان مدیر عامل منطقه آزاد کشور منصوب میشه به اونجا و
این آدم در ضمن مگه چند سالشه که آخه هم توسعه دیدار ایرانیان بانک دهه 59 هستش. خب یکی دیگه این شرکت توسعه دیدار ایرانیانه، چون شبیه اسم این زیاده، من این دارم میگم برای بیننده ها که یه وقت قاطی نشه. و یکی دیگه سردار شفیزاده، الان کجاست؟ بازداشت کردن و آزادش کردن. هنوز زندانه؟ بله، با هی رفت آمد میکنه، هی یه دفعه اومد بیرون دوباره مجدداً احضارش کردن برای زندان. الان دقیقاً نمیدونم، ولی خب در حال رفت آمد به زندان یا تو زندان یا اومده بیرون دوباره برگرد. در اصل پروندهش بسته نشد. بسیار خوب، بفرمایید، خواهش میکنم. هر شبت خدمتون، توی اون مقطع یکی از کارهایی که آقایون در توسعه دیدار ایرانی شروع میکنن که این فسادها در واقع تعبیری میشه ازش نام بود، یک فردی به نام علی موحد و سعید موحد، چند تا برادر بودند و خانواده‌ای بودند که به نام گروه موحد معروفند تو بانک دهی. اینها قریب 500 میلیارد تومان تسهیلات از بانک دهی گرفته بودند. توی اون مقطع بانک دهی میاد میگه که خب ما چجوری اینو وصول کنیم؟ بیاین آقا اونا گفتن ما املاکی داریم، میتونیم این املاکمون رو بابت بدهیامون بدیم. شرکت توسعه دیدار ایرانیان وارد عمل میشه برای جابجایی املاک اینا، یعنی میگه املاک اینا رو بگیره بخره، بعد بانک دی اعلام کنه که آقا این بدهیشون با توسط این ملکی که ما ازشون گرفتیم مستهلك شد، شما بدهیشون تسویه اعلام میکنید و بهشون مفاصل حساب بدید. مثلا وارد ارتباط میشن و 102 واحد از برج مسکونی سولماز تو فردوس غرب بهار شمالی داده میشه به بانک، به شرکت توسعه دیدار ایرانیان. و تو سالهای 92 تا 94 هم این اتفاق میفته. اینا بچه های گرگان بودن و مثلا اون فردی که دوستان گلستان توی مخصب ویژه خیلی برو بود، از این ایشون حمایت میکرد و زنگ میزد بانک دهی و این برای از اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر بود که اینا واما رو بگیرند و واما گرفته شد. در نهایتا به وصول که رسید این بحران ها رو بگیرد. من این صدود و واحد برج مسکونی سولماز به فردوس غرب رو میدن، به لابی 50 واحد تو خیابون اندرزگو میدن، 5 واحد ببخشید، 5 واحد تو خیابون اندرزگو میدن، یه ملکی تو خیابون قوا داشتن اونو میدن. اما چجوری میدن؟ 40% گران نمایی میکنن میدن. یعنی این املاک مثلا اگه قرار 500 میلیارد تومان برن تسویه بکنن که نکردن، مثلا اون چیزی که تسویه شده میشه دور بر 300 میلیارد تومان تو مقطع. برای 300 میلیارد تومان در موقع مثلا 180 میلیارد تومان املاک دادن، اما 300 میلیارد تومان تسویه اعلام شد برایشون تو بانک دی. از یعنی 40% گران نمایی شد و نشان داده شد. این اولین حرکت انحرافی بود که در واقع آدمایی که توی اون منصب توسعه دیدار ایرانی هم نشسته بودن و بانک دهی هم مطلع از اوضاع احوال این عمل کرد بوده، به اصطلاح به این شکل عمل میکرده که املاک رو میگرفتن گرونتر و اونجا بابت اون گرونی که باش حساب میکردن حق به حساب میگرفتن از افرادی که بدهکار بانکی بودن و به این شکل بدهکار بانکی باقی میمان، بدهکار بانکی تصفیه حساب نمیشد، چون داره اینجا این وسط داره کنار قصه داره منافع هم خودش میبره هم یه سری دیگه آدم منافع میبرن، بانک هم مون رو هوا مون دیگه، دیگه کسی نمیاد بهش گیر بده دیگه، چون از اون ور دارن منافع میبرن در قبال ملک خریدن ازشون، ملکای مثلا 10 تومن و 20 تومن و 10 تومن خریدن. هر سبت حضورتون که توی سال 96 ببخشید تا قبل از اینکه وارد سال 96 بشیم، من میگم توسعه، باز برای بینندگان عزیز میگم، شرکت توسعه دیدار ایرانیان رو 2 سال بعد از تأسیس بانک دی، اینطوری که آقای پالیزان هم اشاره فرمودن، تأسیس میکنه بانک دی برای اینکه در واقع تهاترهای بانکی در برابر، یعنی وارد کار زمین میشه، ملک میشه که بدهکارای کلان بانکی بیان زمیناشونو که میخواستن بدن، ملکشونو میخواستن بدن، خونه میخواستن بدن، حالا به این شیوه 40% به 60% که آقای پالیزدار فرمودن، به این صورت در واقع یک مرکزی باشه به اسم شرکت توسعه دیدار ایرانیان که مال بانک دیه و او به این شرکت بهش برسه، بعد میشه نوندونی این قضیه. ولی آقای پالیزدار شما فرمودین این ماجرای گران نمایی وحشتناک اولین انحراف بود، فکر میکنین اولین انحراف در واقع اولین پا
پایه‌ای که برای دوزی همون اول توی شرکت توسعه دیدار ایرانیان با اینکه دی گذاشته شد، همون ماجرای فروش هولوگرام بود و اون فردی که از دستگاه آقای قالیباف که اون موقع شهردار تهران بود آمد به بانک دی و در همکاری این سرداران فاسد سپاه در واقع آقای قالیباف و سردار شفیع‌زاده و اینا همکاری اینها، این قضیه در واقع خشت بنا از اول به دلیل همکاری اینها برای همین ناپولی کردن در راه بردی به قول خودشون. خب به هر ترتیب ببینید یه برنامه مالی مانیفست مالی رو تیم آقای قالیباف ریخته بودن، شرکت جهان داره بانک شهر بود که ما رو خود شهرداری بود این کارو میکرد، از سیستم‌های بانکی به کمک خواستن که بتونن این کمبودی که تو بحث شهرداری تو بحث کاراشون دارن بهره برداری کنن. و بانک دی با اینکه خیلی وضعیت سنگینی هم تو بحث مالی نداشت، توانایی سنگینی نداشت، اومد وارد این دو شد که مثلا بیاد کمک شهرداری بکنه. خب اون شکل ظاهریش به این شکله، اما عملا متاسفانه روشن دیگه بود. و بعد یکی دو نمونه یکی دو اسمی که آوردین گفتین اینایی که در بانک دی در مدیریت توسعه دیدار ایرانیان و اینها خودشون رو اطلاعاتی معرفی میکردن و میکنن، اردشیر رازقی رو گفتین، آقای مهدی سفرخانلو هم هست که یه مدت هم فرماندار لنجون اینا تو دوره آقای بعدی اومدن تو ارتباط گرفتن. بله اینا ایشون هم هست دیگه، ایشون هم هست، این هم از اطلاعاتی های قدیمی میگه هستم. و بعد آقای اون در واقع حامیه کسایی که در سال 94 تا 96 در توسعه ایرانیان این ماجرای زمین‌های ملک 40% 60% و کلی آدم ازش منتفع شدن به فرمایش شما، آیت الله کاظم نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه، ایشون سفارش همه این داستانه، پشتش آیت الله نور مفیدی بوده. بله بعد از سال 96 بانک دیو دارین میفرمایید بنده بگوشم. توی زمانی که آقای بابارضا میشینه در مسائل مدیر عاملی، فردی به نام تفار کیانی به عنوان عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل منصوب میشه که از دوستان آقای بابارضا بودن که قبلا هم پیش آقای بابارضا شهردار منطقه 6 بود، ایشون معاونش بود، هر جایی که میرفت با هم تیم هم دیگه بودن. آقای تفار کیانی معروف به حافظ کیانی یا همون حافظ تنها، ایشون در واقع سکان همه این حرکت ها در شرکت توسعه دیدار ایرانی از سال 96 تا همین الان ایشون هستش. از شبه حضورتون که و اما تیمی که با ایشون از بیرون کار میکنن افرادی مثل آقای مجید آئین، که این آقای مجید آئین من شنیدم که ایشون سوادشون در حد دیپلم هم شاید نباشه، یعنی حتی دیپلم هست، اما یه همسری دارن به نام خانم شراره میزانی که ایشون دکتره حقوق دارن و دفتر وکالت دارن و اون دفتر وکالت شده پایگاه بیرونی این آقا حافظ و بیرون دارن کاراشون تو دفتر ایشون تو میدون گلها، خیابون گلها، انتهای خیابون مرداد، پلاک یک، یه 700 متر بنا هستش که داخل یه زمین 2000 متری بسیار لاکچری که اصلا دوستانی که اونجا رفت آمد میکنن میگن یه چیزی مثل موزه میبینن. بعد توی اون به اصطلاح موزه پایگاه ببر و بیاراشون هستش و آدمایی رو میبرن اونجا و خلاص املاکشون باهاشون صحبت میکنن، اون ور مینویسن این قیمت میبرن، اون تو میکنن اون قیمت. و حالا الان من نمونه هاش عرض میکنم از صحبت خدمتتون که حالا تو اون مقطع با این آقایون ضمن اینکه با توسعه دیدار با آقا حافظ اینا ارتباط داشتن با افراد هیئت مدیره بانک هم ارتباطاتی برقرار کرده بودن که اونا هم به توسعه دیدار اوکی داده بود، چراغ سردشون داده بود که همکاری کنید. توی این شرکت های بدهکار بعد از اینکه این آقای موحدی همون گردانیه که اشاره کردن این باب رو باز کرد که در واقع بدهکار بانکی بیاد تبدیل شد به املاک، این باب تو بانکی دهی باز شد، بدهکارهای دیگه به صدا به همین شکل معرفی می‌شدن به توسعه دیدار که آقا فلانی بدهکار بانکی هم بخواد نداره پول نقد بدید ازش ملک کنه ملکی شو بگیرید. از جمله افرادی که به صدا این مدل باش رفتار شد شرکت جهاد فاطمی، همون آقایی که دفعه پیش اشاره کردن به تو آقای هادی رضوی اصلا بیدیتون که ایشون مالک اون شرکت بودن و حدود 100 میلیارد تومان توی اون بانک بدهکار بودن. داماد آقای محمد شریعت مدری وزیر سمت
دولت قبل. بله بله. چون بابت این بدهی معرفی میشن توسعه دیدار که آقا ملک دارم من ملک میدم بابت بدهی هر سالت خدمتون که ملک معرفی میکنن کنار نزدیکی باستیهیم و اون ملک رو کارشناس های توسعه دیدار میرن برای کارشناسی میرن کارشناسی میکنن بگن آقا شما قیمتت چند میگه مثل 10 میلیون تومان میرن کارشناسی میکنن میبینن که مثل 500,000 تومان یا حتی اکثر 700,000 تومان میرفته طرف یه پیشنویس کارشناسی رو میمیسه میده دست هیئت مدیره آقا حافظ که آقا این مثل 700,000 تومان آقا یعنی چی این بگو مثل 10 میلیون تومان صورت که چیزی آقا نیست من دارم به من دارم اینجا اصلا زمین نیستش که این زمین یه کوهه یه بخشش رودخونه است یه بخشش یعنی میرم در تپه است من چیزی دیگه داره بردارم زمین شما نمیتونی استفاده کنید و عمومش منابع طبیعی و غیره و جالب و مجزیست میشه من آنچه که باقی میمونه رو بخوای حساب کنی بله بسید بالا قیمت بلست اما وقتی میاد 100,000 متر مربع با توجه به این عوارض طبیعی که درش وجود داره من بیشترم که 70,000 تومان نمیزنم خلاصه اون میگه اگه میخواید با ما کار کنید و فلان کنید باید قیمت شو بری بالا و این دیگه خودشون میکشه میکنه اکنون نمیکنه دیگه میگه من بیشتر از این اصلا نمیتونم نخواستیم با من کار کنید دیگه من خدا حافظ کارشناسی شما دیگه نمیکنم و مثل اکنون میلیون تومن میزنه میبینه که اینا میمون میشینه میبینه که نه نشد دیگه کار با ما میخواییم مثل در میتونم بگنه که اول سود ببریم اگه قرار باشه همون قیمتی بزنه که ما میخریم که مثلا کار بگرد مالی میخوره که به نه آقا حافظ سودی میرسه نه به آقا حاجی سودی میرسه بالاخره یه سودی میخواستن ببینن که همه طرف سود باشه بدهی ایشون مستهلک بشه سودم ببرن از سبب اینکه که مشروط برای این کار انجام بشه خلاصه اونا میگن به خاطر اینکه این کار از دست در نره میگن آقا این مالک آقای رجوی حاجی رجوی اون مالک رو بعد بیار اینجا اجازه بدید بگم با مالک شاید ما بتونیم کنار بیاییم مالک رو برمیداریم مالک کیه یه فردی به نام حالا اسم قدیمش بوده محمد مهدی دژاکام بعد کرده محمد مهدی شیخ الاسلام شیخ الاسلامی و معروف امیر شیخ الاسلامی اصلا ایشون میاد داخل شرکت که مثلا ظاهراً سندم به نام ایشون نبوده ولی ایشون واسطه با اون مالک اصلی میده اون میاد جلو این آقای شیخ الاسلام وارد قضیه میشه اتفاقا میگن که اون موقع که اول شما یه دیگه دست دوم داشته ایشون اون وارد صحنه ارتباطات ملکی شرکت توسعه دیدار ایرانیان از سبب بزنون که اینکه وقت تلاش میکنن که قیمت درست کنن و به نتیجه نمیرسن و اون معامله شکل نمیگیره که هم آقای هادی رجوی بدهیشو تسویه کنه هم یه سودی ببره هم آقای شیخ الاسلام سود ببره هم آقا حافظ اونجا اون سود ببره اینا که جور در نمیاد این موضوع این معامله فاسد میشه به هم میخوره ملک مال امیر شیخ الاسلام بوده هادی رجوی این وسط چجوری میخواسته با قیمت گذاری اون بدهیشو بده با شیخ الاسلام با هم زده بند کرده بودن که آقا من اینو میفروشم به این قیمت اینقدر مال شما اینقدر مال من حساب بدید آه یعنی گران فروشی بکن گران فروشی بکنه دقیقاً میخواستن گران نمایی کنن که زمین مثل 7000 تومان میخواستن مثل 10 میلیون تومان بله که بگه اینقدرش مال تو اینقدرش مال من منم بدهیمو دادم تموم شد ولی به هر حال کارشناس قبول نمیکنه خب اصلا قبول نمیکنه مجبور میشن آقای شیخ الاسلام از اونجا استارتو میزنه میگه که آقا اصلا ایشون رو ول کن من کاری با هادی رجوی و بدهی هادی رجوی ندارم من حاضرم با شما کار کنم ملک میارم ملک رو دوبله بزنیم کارشناس بزنه بالاتر با هم دیگه اینجا بزنیم تو رگ از شبه خدمت این که اونا هم قبول میکنن به تعبیر امروزی ها هادی رجوی رو دور میزنه و بعد از دور زدن هادی رجوی ارتباط با آقا حافظ برقرار میشه و یه ملکی رو تو شهریار معرفی میکنه ما رو فردی به نام آقای زاهدی این ملک رو بدون این که از آقای زاهدی بخرد ملک رو هوا رو میآورد به توسعه دیدار ایران میفروشد این ملک چی هست؟ یه ملک 20,000 متر مربعیه که نه اون مقصد جوازی داشته برای چیزی نه چیزی اما میارن اونجا جوری غالب میکنن به توسعه دیدارن که انگار که این 20,000 متر مربع زمین صاحب جوازهای متعددی در شهرداری شهریار هستش و به همین جهت به قیمت 528 میلیارد تومان میفروشن به توسعه دیدار ایرانیان بعد در این که
قولنامه شکل بعد بخره سند بخوره فلان بخوره میپره میره سراغ آقای زاهدی. آقای زاهدی میگن من عددی که با هم بسته بودیم قولنامه بنویسیم، من میخوام بفرستم صحبت کردم. اون بیچاره فکر میکنه مثلا چه عدد 40 میلیاردی که با این صحبت کردیم اونم میخواد 5 میلیارد بفرسته، 10 میلیارد هم سود ببره. میاد یه قولنامه 40 میلیاردی مینویسه و این میره برای پشتوانه اون سندش، میگیره به نام توسعه دیدار ایرانیان میکنه و توسعه دیدار ایرانیان میگه خب حالا 15 میلیارد تومان من نمیخواد به من پول بدی، ما میخوام با هم کار بکنیم. من الان میتونم اینجا یه عددی به شما بدم، یه عددی خودم بردارم تموم کنیم بریم، اما نمیخوام تموم کنیم، میخوام کاری رو با هم شروع بکنیم. در به جای 528 میلیارد تومان بیاید به ما این واحدهای مسکونی که توی داخل توسعه دیدار هست اینا رو به جاش به من بدید با قیمت پایین‌تر. و اونا میان به اصطلاح 11 واحد از ساختمان مسکونی بوکان تو شهر تهران منطقه 1 11 واحد از اون به جاش میدن. گلنبی و قوبا که مال اون آقای موحدی بود که گفتم گرفتن گرگانیه ازش گرفته بودن بله. اونا میدن که و به اصطلاح در مقابل این چند تا ملک دیگه هم هست که میدن به جای این 28 میلیارد تومان، منتها این دو هم هماهنگن دیگه، به طوری که این ملک ها هم طوری پایین میزنن که مثلا اون 11 واحد مثلا بوکان همون موقع مثلا میتونه 528 میلیارد پر کنه به تنهایی، ولی قیمت هایی میزنن که بتونن چندین ملک و این وسط اضافه بر سازمان بردارن که اون اضافه رو بعد میبرن بیرون با هم دیگه منافع رو تقسیم میکنن. آقای بانیزاد الان چی؟ الان این املا این 20,000 متر الان با همین جواز مواد هر چیزی گرفتن تازه همین الان 400 میلیارد نمیارزه، همین الان 350 میلیارد اجرا میارزه، اما این املاک همین الان به تنهایی خودش 5,000 میلیارد میارزه. این املاکی عرض کردم 4-5,000 میلیارد ارزشش الان، یعنی تو خیابون بوکان بله بوکان و گلنبی و قباب و اینا جمع بزنی 4,000 میلیارد برده. چجوری بوده که قولنامه 40 میلیارد تومان 50 میلیارد تومان می نویسه آقای زاهدی برای امیر شیخ الاسلام، ولی 530 خورده میلیارد تومان از بانک اینجا زد و بند داخل توسعه دیداره دیگه، این زد و بند داخل توسعه دیدار صورت گرفته و این با انبال بانک دی اینجوری داره به تاراج میره. بانک دی که انبالش مال خانواده های شهدا و جانبازاست باید به اینا منافع برسه، به جاش این آقایون اومدن هاپولی کردن. این آقای امیر شیخ الاسلام کیه؟ یه آدمیه با 5 کلاس سواد، یه آدم بی سواد، داداشش رئیس اون شورش قومه. من نمیدونم این آدما چجوری از کجا در میاد، کی پشت این آدماست که اینجوری حمایت میشن، اینجوری میان تو صحنه اقتصادی کشور تاراج میبرن، بیت المال میبرن، هیچ کس هم صداش در نمیاد. همین تا میگه آقا این چیه، میگیرن یارو رو میبرن تو یا سیستم قضایی زندان چند روز دیگرش میزنه برشن تبرئه میشه این آقا، این آقا تبرئه میشه با این همه مداره. چطور نتونستین این مداره رو به جایی برسونید که پیدا کنین اسنادش؟ چطور من از بیرون میرم پیدا میکنم اسنادش؟ آقا شمای قضایی کشور نمیتونید ورود کردین پرونده رو در بودین آقا رو کردید تو زندان و نتونستین اسنادش رو در بیارین که اینجا دزدی کردن؟ این چه اتفاقی افتاده اینجا آقای اجرایی عزیز؟ به این مسائلی که بنده میگم توجه کن، اگه واقعا میخوای از توی بانک ها شفاف سازی بانک ها چیزی از توش در بیاد به عرایض بنده توجه کن، دستور بده جدیتر برخورد کنه، دستور بده این پرونده دوباره رسیدگی بشه یه شعبه دیگه ای در شعبه سوم یا چهارم باسپورتی باشن مفاصل اقتصادی پولی بانکی ظاهرا آقای معصومی نامی باسپورت این پرونده بوده. حالا اون بنده خودش شاید سوادش نرسیده، شاید تواناییش نشاید ناتوان بوده در انجام این اصلا پروژه رسیدگی پروژه. خب آقا ببین یه کسی دیگه رسیدگی کنه، آقای به خدا قسم این اموال مال مردم، اونم از جنس از جنسی از مردم که واقعا همه مدیونشون هستیم. بلشون من باز دوباره رفتم آقا بریم سراغ ملکای دیگه شون. اومدن دوباره ملکای دیگه رو با توسعه دیدار زدن، ملک پاساژ حکمت ایرانیان تو خیابون ولیعصر بالاتر از میدان منیریه، اینجا رو دادن 400 میلیارد. این ماره این کار توسط دختر آقای تیمسار صالحی فاطمه خانم صالحی انجام شده با آقای شیخ الاسلام باشون هماهنگی کردند و
ملک آوردن از حکمت ایرانیان به توسعه دیدار ایرانیان فروخته شده. هر سبت خدمت این که اون بزرگ همایش چی بوده؟ اون که دختر تیمسار ساله این هم همیت بود. این همه اینایی که ما میگیم با بزرگ نمایی از موقع خرید با کوچک نمایی موقع فروش صورت گرفت. بله. در مقابل این ملک هم باز دوباره به اصطلاح چیزایی که گرفتن مثل مثلا 38,000 متر یافتاباد زمین گرفتن با جواز صاف، اونم چه جواز صافی؟ 72,000 متر مربع مفید مسکونی، 5,400 متر مربع مفید تجاری به چه قیمتی؟ 152 میلیارد تومان. آقا الان این متر 3500 میلیارد تومانه. الان که من میگم مدتی نیست از این میگذره، مثلا 3 ساله. اما همون ملک ولیعصر چقدر میارزه؟ ملک ولیعصر همون ملک که به اصطلاح بالاتر میدون مولیری هست مثلا 800 میلیارد میارزه، 750 میلیارد میارزه. بعد این تازه چقدره؟ این فقط 152 میلیارد محاسبه شده، یک سوم اونه. یک سوم اون تبدیل شده به 1500 میلیارد تومان ارزشه. یعنی مال در واقع خرید رو که میکنن قیمتش رو میارن پایین، بعد که میتازه یه تورم بهش میخوره هنوز به یک سوم قیمت اون فروشه نرسیده. آقای پالیزدار، اینها یکی این که این با شرکت دیدار ایرانیان بانک دی اینها میان مثلا خانوم فاطمه صالحی از بانک حکمت ایرانیان میاد یک چجوری معامله میکنه؟ سوال اینه. اینا که قرض نخواستن از بانک ده، تهادر برای چی؟ رو چه حسابی؟ نه از نظر ویترین میگم، من داخلش رو پای نهارم جان. میگه ببین این با حکمت ایرانیان اومده گفته که آقا من این ملکو دارم، من نمیتونم کاری انجام بدم توش، شما قدری دارید به نام آقای شیخ الاسلام که اون میتونه این کارو بکنه، خب اون بیاد این کارو انجام بده. تلفنمون هم دارن مثل این که پارازیت میندازن به این شکل گروت کردن. خب. ملک های مختلف دیگه، ملک تجاری تو فرشته با همین روش، پاساج سبا تو میدون هور حدود 800 میلیارد تومان با همین روش، پاساج برنا تو یافتاباد حدود 181 میلیارد تومان، نمیدونم ملک تو سرخ رود شمال 793 میلیارد تومان، ملک ساحل تو حاشیه دریاچه چیگر که چند بار فروختن خریدن تو همه این خرید و فروش هایی که بین خودشون انجام دادن میلیارد ها سود قضایی از این سر بودن. سبب زوده چون در نهایت این ملک ساحل به چی داده شده؟ داده شده به یه فردی به ظاهر به نام آقای همسر فردی به نام عبدالحمید قویسی حسب که از دوستان همین آقای مجید آئین بوده و مجید آئین هم رفیق حافظه عرصبت بوده توی که قفاری بوده و همین آفیز عرصبت خدمت توی که قائم مقام عرصبت بوده توی مجید آئین هم سابقه اطلاعاتی داره. آیه قفار کیانی یا هم حافظ کیانی جان مجید آئین که همسرش که گفتین شیش کلاس هم سواد نداره و اینا میان ادعا میکنن آیه فلسطین، اینا همشون میان ادعا میکنن ما اینجوری حالا یه چشمه ای هم نشون میدن به اینا واقعا باور میکنن دیگه. من نمیدونم واقعا این آقایونی که اسمشو بردم به اصطلاح که اونا گفتن که مدعی اطلاعاتی هن واقعا اطلاعاتی هستن یا نیستن خدا میدونه، ولی مدعی هن دیگه حتما یه خبرچینی هایی کردن دیگه لااقل به عنوان مخبر اطلاعات. بله دیگه. این مجید آقایی خودش نیومده سند به نام خودش بزنه، یه فردی رو انداختن جلو به نام عبدالحمید قویتی حسب، ولی این در واقع این مال آقا حافظ شده، یعنی در واقع بابت این همه سودی که به آقای شیخ الاسلام رسونده مال ملک ساحل رو برداشته و گفته این مال من. ملک ساحل کجا هست؟ حاشیه دریچه چیزگر. حاشیه دریچه چیزگر. بله چیزگر. ببینین بله بفرمایید. افراد زیادی مثل امیر زینالی، امید کاظمینی، آریان جلیلی، نمیدونم آرش شرافتمند، نمیدونم مهدی شریفی،
اتفاقا این دوتا همین شرافتمند و شریفی اینا بابت 300 میلیارد تومان که گفتن آقا این هم مال انداختی درو سپر کردی اسم ما رو بدنام کردی پول تو حسابای ما اومده بعدش خوردی پول 300 میلیارد تومان قول دادی بابا نریدی تو هتلی که حالا بعدن تو ادامه عرض میکنم تو هتلی که الان دست آقای شیخ الاسلامه که اونم با کلاهبرداری بالاخره به دستش آوردن هر شب حضورتون که تو دربند تو اونجا میره میزنه شیشه و میشره میشونن و همین چند روزی گذشته نمیدونم لامپ و الیدی و چی و چی اول آقا پول منه بده سرسته اونجا زبط تو چیز هست آقا این امنیتی خب برن در بیارن یاره چیزی من در بردم شما نمیتونی در بیارن برن چون توربین لامستر و هتل در بیارن آقای پالزدار ادعا کردن آقا 300 میلیارد تومان منه بده ما کمتر از دو دقیقه وقت داریم تا پایان وقت امشب بله میخواین همینجا ببندیم تا ببینیم برای هفته های بعد چه میتونیم من فقط یه اشاره کنم در طریق 3498 آقای شیخ الاسلام بازداشت میشه 6598 هم آقای بابارزا و حافظ بازداشت میشه اما چه فایده داره آقای بابارزا یه هفته دو هفته بیشتر نمیمونه آقایین دیگه هم ماکسیمومشون تا 8 ماه زندان میان بیرون و بعد از 19 ماه که از فرمانده رسیدگی پرونده میگیره قرار من تغییر ساده میشه آقای زیدی آقای تورک عزیز برای چی این کارو کردی چرا این اموال کنترل نمیکنین دارم باز میگم من خواهش میکنم ازتون میخواد این چیزی که خودتون بیان میکنید عمل کنید من نمیگم با میگه خودتون مگه بحث شفاف سازی بانک ها رو مطرح نکردید آقا زوم بکنید نیرو بدید به بانکی کل کشورتون بریزن توی سیستم بانکی اینا رو در بیارن من خط اصلی دارم به شما میگم در اساس بنده هم در خدمت شما هستم بیاین منم استفاده کنید از من بیاین اطلاعات از من بگیرید بیاین من اطلاعات به شما بدم یه هر چی خاصی در اختیار شما میگیرم کمک میکنم اموال مردم رسیدگی بشه یه ریال هم ازتون پول نه حقوق میخوام نه هیچی میخوام با به خدا قسم این اموال مردم نباید بذاره به راحتی به تاراج بره به قرآن من نذاشتم من بگم همین یعنی وقت نیست من همین تا همینجا که گفتم فقط 5000 میلیارد تومان سود تو جیب این آقایون رفته برای چی ما رو کیه این داره میره تو جیب اینا اینا کیه ان که باز این پولا رو بخورن بعد برن نمیدونم هزار جور فساد اخلاقی انجام بده بعدش هم میگن که سیستم قضایی بگیره این بازداش کنه آقای ایکس زنگ میزنه آقای ایکس کیه نمیدونم بولدا من نمیدونم واقعا کدوم جریان سیاسی کشور با اینا هماهنگی که بین برای اینا زنگ میزنن که این آقایون از اینجا بکشن بیرون من نمیدونم چند تا اسم برم نمیتونم اسم برم بگم ولی واقعا متاسفم واسه اون اسامی که شنیدم که اینا پشت اینا هستن که دارن حمایتشون میکنن که این آقایون از زندان بیان بیرون کسی باشون برخورد نکنه واقعا شما که مدعی بیت المال بودید شما که ادعا میکردید ما خیلی دلمون میسوزه واسه این مردم این دلسوزی شما برای مردمه که از یه همچین فاصلی حمایت بکنید من نمیدونم دیگه یه وقت برم پرونده آقای منبرزا چبورانی رو بیان کنم که مدیر عامل سابق 60 در دوره آقای احمد نژاد تو همین شرکت توسعه اداره ایرانی چه کار کرده بذارین الان بذارین آقای پالیزدار عزیز و فرصت این هفتمون تموم شد بذارین تا ببینیم چه باید کرد برای هفته یا هفته های بعد به هر حال بسیار سپاسگزارم تا همینجا شبتون بخیر شب شما بخیر خدا هی بریم پرده آخر فار 400 بار امام صادق تا دو ماه پی در پی را تلاوت کنیم که امام صادق فرمود هر کسی این استغفار را بخواند دو ماه پی در پی روزی 400 بار به گنجی از علم یا به گنجی از مال دست پیدا می کند. خب من که حال ندارم این استغفار را بخونم، منی که حوصله ندارم سوره واقعه را هر شب بخونم، منی که حال نماز شب ندارم، منی که حوصله توسل به امام جواد ندارم، چه توقعی دارم که خدا همه مشکلات مرا حل کند، قرضهای مرا ادا کند؟ شب و روزگار خوش.